سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 قوس 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 14 دسامبر سال 2020 میلادی. در نخست سرخط خبرها، خواست رئیس جمهور غنی به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در افغانستان، جان باختن 19 فرد ملکی از اثر جنگ در دو روز گذشته، نگرانی از افزایش خشونت‌های خانوادگی با همگیری ویروس کرونا، دستور رئیس مجلس نمایندگان به بررسی چگونگی هزینه شدن از کد 91 و نفوذ هکرهای روسی به سیستم ایمیل وزارت‌های خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا. من محمد ایوب نسیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی میگوید ترجیح میدهیم دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود و ای تاکید میکند که هر جایی را که طالبان در خاک افغانستان بخواهند، دولت افغانستان آماده است تا با آنها در آنجا مذاکره کند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین میگوید تصمیم درباره نظام آینده افغانستان را مردم افغانستان میگیرند و حکومت افغانستان و طالبان نمیتوانند به تنهایی در این باره فیصله کنند. نعمت الله حبیبی گزارش می‌دهد. همزمان با وقفه 22 روزه در روند گفتگوهای صلح میان افغانان در قطر که هیئت‌های دو طرف دلیل آن را مشوره بیشتر گفتند، رئیس جمهور غنی می‌گوید دور دوم مذاکرات صلح باید در افغانستان انجام شود و تاکید می‌کند هر جایی را که طالبان در خاک افغانستان بخواهند، دولت افغانستان آماده است تا با آنها در آنجا برای پایان جنگ گفتگو نماید. طالبان دالری در افغانستان خاوری کدی؟ نوال افغانستان خاوری که مذاکرات میکنی. هر زای در افغانستان که چی دوی اغواری، دولت در افغانستان تیار ده چی دوی سن مذاکرات. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حرفهایی را درباره صلح به ویژه نظام آینده و قانونی اساسی افغانستان مطرح کرده است. وی در گفتگو با تلویزیونی صدای آمریکا گفته است که تصمیم درباره نظام آینده افغانستان را مردم افغانستان می‌گیرند و حکومت افغانستان و طالبان نمی‌توانند به تنهایی در این باره فیصله کنند. با کم نامه‌ای که جمهوری اسلامی بولو، دولت اسلامی بولو، بل نمر کو دافی سره به افغانستان خلق کی چې د افغانستان د خلقو نظام په پاینده کې څنګه وي او په کم نامه. اما وزیر خارجه کشور میگوید که اگر گفتگوهای صلح افغانستان منتج به غیر از حفظ نظام جمهوریت و دستاوردهای سالهای پسین شود، جامعه جهانی از افغانستان پشتیبانی نمی کند. دنیا هر صلح ته رای نده ورکړي. رای از اینا بر هر صلح نبود. رای از اینا بر صلح با عزت و پایدار بود که در اون نظام جمهوری اسلامی افغانستان با تمام ارزشایش و دستاوردهایش حفظ شود. این واپسین حرف ها درباره صلح و جنگ افغانستان است. روندی که با توافق درباره کارشیوه هیچ گونه تأثیری بر جنگی که همه روز مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند نداشته است. فردا اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان به کابل می آیند. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید این هیئت برای رایزنی با رهبری حکومت و سیاست مداران در مورد جزئیات آجندای صلح به کابل خواهند آمد. همزمان با این نمایندگان مجلس می گویند این هیئت هیچ دستاورد نداشته و باید آنچه در 3 ماه انجام دادند را به مجلس نمایندگان گزارش دهند. ذبیح الله دوراندیش گزارش می‌دهد. پس از 92 روز گفتگو، فردا قرار است اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان به کابل بیایند تا ادامه رایزنی‌هایشان را درباره آجندای صلح با طالبان با رهبران حکومت افغانستان انجام دهند. یادداشت‌های در مورد آجندا دو طرف تبادله صورت گرفته و این یادداشت‌ها نیاز به مشوره بیشتر کار داره. شنبه هفته روان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان توافق کردند تا برای 22 روز گفتگوها را توقف دهند.
در این مدت آنچه دو طرف توانستند به توافق برسند ساختن و توافق در مورد کارشوی گفتگوهای صلح بوده است. اما حالا نمایندگان مجلس میگویند با مصرف پرهزینه از پول بیت المال نه این هیئت دستاورد داشته و نه طالبان اراده به صلح دارند. هیئت مذاکره کننده بدون هیچ نوع دستاورد به افغانستان می آید. جناب رئیس طالب ها صلح نمی خواهد. 3 ماه اینها غیب بودن، با وجود که هزاران دلار در این مصرف شده. قرار از دور دوم گفتگوهای صلح در 6 جدی سال روان برگزار شود. نمایندگان مجلس از هیئت اداری مجلس می‌خواهند تا از هیئت گفتگو کننده صلح گزارش خواسته و طرح ترتیب شده ای را برای این هیئت از بهر پیشبرد صلح با طالبان آماده سازند. یک گزارش تفصیلی باید از و کامل از جریان 3 ماهی که در دوحه بودن و آنچه گذشته باید به ولی سیجرگ داده بشه. یک گزارش بسیار مفصل و بعد از او هم یک طرح مدونی داشته باشه به عنوان اعلامیه و یا هم به عنوان یک میکانیزم و یک نقشه راه به ارتباط صلح. باید نتیجه مذاکراتشان به ولی سیجرگ وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد. ما در این مورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم. وزیر امور خارجه که به مجلس نمایندگان برای ارائه گزارش برگزاری نشست جنوا خواسته شده بود میگوید جهان ادامه کمک‌هایش را به افغانستان مشروط به صلح با حفظ نظام جمهوریت دانسته و از طالبان خواسته است تا از خشونت دست برداشته و آتش بس نماید. صلح با جمهوری اسلامی افغانستان یا صلح بدون حقوق بشر، حقوق زن و حاکمیت قانون؟ اگر صلح را بدون حاکمیت قانون، حقوق بشر، حقوق زن انتخاب کردین، دنیا گپش واضح بود که امرایتان نیستیم. با این همه در حال این هیئت قرار است به کابل سفر کند که گفتگوهای صلح میان افغانان در 22 ماه سنبله سال روان در دوحه آغاز شد و هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در نتیجه رایزنی 85 روزه به توافق‌های ابتدایی دست یافتند. برگشت هیئت مذاکره کننده صلح حکومت از دوحه به کابل با واکنش های مردمی و نهادهای جامعه مدنی به همراه شده است. آنان برگشت این هیئت را بدون دستاورد دانسته و میگویند که این هیئت در پی فریب دادن مردم هستند. در همین حال تأکیدها بر این است که مرحله دوم گفتگوهای صلح میان افغانان باید با توافق به آتش بس سرتاسری در کشور آغاز شود. بر بنیاد آمارها در 2 روز گذشته 19 غیر نظامی در ولایت‌های قندهار، لغمان و ننگرهار جان باخته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را پذیرفتنی ندانسته و تأکید می‌کند که در مستندسازی رویداد قندهار با محدودیت روبرو شدند. این نهاد از حکومت و طالبان می‌خواهد که زمینه بررسی چگونگی این رویداد را به نهادهای حقوق بشری بدهند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان نهادهای امنیتی را به بی‌پروایی در چگونگی انجام عملیات متهم می‌کنند. افزایش خشونت‌ها در کشور سبب شده که تا غیر نظامیان نیز در امان نمانند. پلیس‌والی ارغنداب ولایت قندهار که 2 روز پیش گواه تلفات غیر نظامیان بود، اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رویداد این ولایت میگوید این رویداد در منطقه زیر تسلط طالبان رخ داده و این نهاد در مستندسازیان با محدودیت روبرو شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا به نهادهای حقوق بشری زمینه مستندسازی این رویدادها را فراهم کنند. دا پیخی چه پرغنداب واقع سویده پیاو جنگی سیمه او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه دي، نو د کمیسیون کارمندان لپاره دا زمینه مساعده نه دي چې دوی هلته لاړ شي او مستندسازی وکړي. ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان با واکنش های در مجلس نمایندگان نیز روبرو شده است. په پنجوایی، جړی، میوند، ارغنداب کې ډېر بد حالت دی. د جګړې لومړۍ کرښه ډېر دردونکې ده. پرون د حکومت له لوري څخه پر کورونو باندې بمباري سوې ده چې د یوې کورنۍ 11 تنه ماشومان او میرمنې
ټول د لاس ور کړی او شهیدان سوی دي. همزمان با این بر بنیاد گفته های مقام های محلی در لغمان و ننگرهار نیز به غیر نظامیان در دو انفجار آسیب رسیده است. در رویداد نخست که از اثر برخورد یک موتر غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ولسوالی خوکیانی ولایت ننگرهار رخ داده، 4 غیر نظامی جان باخته است. در لغمان نیز مقام های محلی ادعا می کنند که 12 غیر نظامی از اثر اصابت هاون طالبان بر یک خانه مسکونی کشته و زخمی شدند. د خوګنو ولسوالۍ د زاوی سیمې په مربوطاتو کې تیر ورځ له غرمې وروسته د وسلوال طالبانو له لورې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پېښه کې 4 ملکي وګړي په شدت رسېدلي دي. غرض وسلوال طالبانو له لورې د هوانی او مرمۍ اسلام آباد په سیمه کې په یو کور لګېدلې. متاسفانه چې 2 نارینه او یوه نجلۍ شهیدان شوي دي او نه نور چې دې کې انجونی او میرمنی او نارینه هم شامل دي. دا محتلم ولایت روغتون ته تپیان انتقال شد. این همه در حالی است که وزارت دفاع ملی نیز دیروز اعلام کرد که چگونگی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در قندهار را بررسی می کند. در همین حال از قندوز خبر می رسد که 10 نیروی دولتی شب گذشته در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب آن ولایت جان باختند. همزمان با همگیری ویروس کرونا آمارها نشان می دهد که میزان خشونت های خانوادگی در کشور افزایش یافته است. وزارت عدلیه می گوید در سال جاری و همزمان با همگیری ویروس کرونا 4600 پرونده حقوقی در این نهاد به ثبت رسیده که نسبت به سال پار افزایش نسبی داشته است. در همین حال دادستانی کل می گوید از ماه جدی سال پار تا اکنون 837 پرونده خشونت در برابر زنان به ثبت رسیده که بیشتر این پرونده ها تجاوز جنسی بوده است. احمد نوید کاوش گزارش می دهد. بانو سیما که کودک 2 ماهش را در بغل دارد و مادر 5 فرزند قد و نیم قد است، حکایت تلخی از همگیری ویروس کرونا و قرنطینه خانگی در شهر کابل دارد. او می گوید هنگام قرنطین کم از کم هفته دوبار از سوی شوهرش مورد لطکوب قرار می گرفته که اثر زخم های ناشی از لطکوب او از سوی شوهرش هنوز هم بر بدنش باقی است. خشونت های خانوادگی ما خیلی زیاد بود. باز در این وقتی که قرنطین کرونا شد باز بیخی زیادتر شد دیگه. زیاد شده کن دیگه هر کدام هایشان مره بر من می زدن. دیگه خسر مادر ما هم هر کدام هایشان مره می زد. بخاطر می گفته که اگر می کس نداره دیگه. بعد از شوی ویروس کرونا طبق قضایایی که بر ما مراجعه شد ما متوجه شدیم که خشونت ها علیه زنان در این مدت بسیار زیاد افزایش پیدا کرد و تاثیرات از او بخاطری بود که فقر و بیکاری و مشکلات و فشارهای روانی بسیار زیاد شده بود. در همین حال وزارت عدلیه می گوید در سال روان تا اکنون و همزمان با همگیری ویروس کرونا 4600 پرونده حقوقی در این نهاد به صدر رسیده که نسبت به سال پار افزایش نسبی داشته است. وزارت عدلیه از آغاز سال مالی 1399 تا اکنون حدود 4600 قضیه حقوقی داشته که شامل قضایای حقوقی خانوادگی میشه. از سوی هم دادستانی کل میگوید از ماه جدی سال گذشته تا اکنون 837 پرونده خشونت در برابر زنان نزد این نهاد به ثبت رسیده که بیشترین پرونده ها تجاوز جنسی است. 837 قضیه در سورانولی من خشونت در مرکز ثبت شده که زیادترین از این قضایا تجاوزات جنسی است. نظرسنجی که ما داشتیم آمار خشونت ها بلند رفته بود و بیشتر دلایلش دلایل اقتصادی بود. مو استرس یا استراب بود، یعنی که مردا شغل های کاری خود از دست داده بودن، مشکلات اقتصادی بود، باعث از شده بود اینا خشونت ها رو در خانه اضافه کنند. این همه در حالی است که وزارت صحت از موج دوم ویروس کرونا در کشور هشدار داده و گفته است که موج دوم کرونا خطرناکتر از موج نخست آن است. وقفه کوتاه ببینید و پس از آن رویدادهای اقتصادی. به این بخش خبری خوش آمدید.
مجلس نمایندگان پرداخت تنخواه و خرج دسترخوان برخی از مقام های حکومتی را از کد 91 فساد و خیشخوری می داند. این موضوع امروز در مجلس نمایندگان سر و صداهای زیادی برپا کرده بود و در نهایت رئیس این مجلس به کمیسیون مالی و بودجه دستور داد که در این مورد تحقیق کرده و نتیجه آن را گزارش دهد. پرداخت تنخواه و امتیاز مشاوران رئیس جمهور غنی از کد 91 اعضای مجلس نمایندگان را تکان داده است. شماری از اعضای این مجلس خواستار ایجاد کمیسیون ویژه برای تحقیق مصرف پول از این کد شده‌اند. رئیس این مجلس برای ایجاد کمیسیون ویژه نظرخواهی می‌کند. تشکیل کمیسیون خاص به ارتباط بررسی کد 91 تقاضا کردیم. اما شماری از اعضای این مجلس فراتر از آن بر حکومت شک دارند. آنان خواستار ایجاد کمیسیون ویژه برای نظارت از تمام اعمال نادرست و خلاف قانون حکومت شدند. شماره هم وضعیت کنونی را به بی‌تفاوتی اعضای مجلس و به انحصار طلبی حکومت نسبت می‌دهند. بیاین امرای ما کمیسیون نظارت از تمام عملکردهای حکومت که او صلاحیت ماست بسازیم که ایرام شامل از او کنیم. علنی میگن که از زیر ریش اینمی پلیسی جرگه تیر شده و اونا تایید کرده. به معنی از ایست که اینجا اکثریت شریک بوده. بنان ما شخصا خودم نه دوز دستم نه معامله باز دوز دار و نمیترس. امیدوارم که جدی بگیرید. تمام مصارف شخصی بوده، تمام مصارف بحث سیاسی داشته، بحث کمپاینی داشته، باید او بررسی شود. برداشت پول از کد 91 اعضای این مجلس را خشمگین کرده و در نهایت تصمیم گرفته شد تا کمیسیون مالی و بودجه در این زمینه تحقیق کرده و نتیجه آن را به مجلس گزارش دهد. دو هفته بر ما وقت بده، ما از 98 هم بر شما معلومات میاریم، از 99 هم بر تان معلومات میاریم و از 1400 بیخی سرش تعزیرات وضع میکنیم که همین کود بیخی بسته بکنیم. باید عمر و صدیقی صاحب که گویا کود 91 به تصویب ولسی جرگه رسیده است، کمیسیون مالی و بودجه در مورد به تالار پاسخ را نماید که چطور با این ایف مایل ای کود به تصویب رسیده. جدال در مجلس نمایندگان بر سر کود 91 زمان بالا گرفت که روز گذشته وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی بر رسانه ها گفته بود که این کود از سوی مجلس همگام با سند بودجه تصویب شده و مصرف پول از آن غیر قانونی نیست. اما اکنون مجلس نمایندگان پرداخت تنخواه و امتیاز مقام های حکومتی را از کود 91 فساد آلود دانسته و خواستار تحقیق جدی در این مورد است. نخستین فارم مرغداری برای بانوان در ولایت پروان گشایش یافت. مقام های محلی ایجاد این فارم مرغ پروری را برای خود به زندگی زنان یک گام مهم دانسته و بر انسجام و فعالیت های متمرکز بانوان برای خود کفایی آنان تأکید می کنند. در همین حال شماری از بانوان پروانی از حکومت می‌خواهند تا برنامه‌های عملی را برای توانمندسازی بانوان راه اندازی کند. گشایش نخستین فارم مرغ پروری در پروان. این فارم مرغ در مرکز پروان با هزینه 1,000,000 افغانی با پشتیبانی مالی انجمن همبستگی زنان افغان در استرالیا و یک مؤسسه رسانه‌ای ساخته شده است. استعدادی وجود دارد اما با دلایل مختلفی که شما می‌فهمید خودکفا نیستن، اینا استعدادشان هم کشته میشه در یک زندگی بسیار ناگوار به سر میبرن. افتتاحیه خودکفایی زنان ولایت پروان بود که با کلید اساسی اقتصاد یک جامعه در همه پروژه های متعدد میباشد. والی پروان میگوید ایجاد فرصت های کاری و رشد اقتصادی خانواده ها که بانوان در آن سهم داشته باشند از نیازمندی های جامعه امروزی است. چرا زن دیزبین باشد؟ زن که اگر اقتصاد کافی داشته باشد، خودش خودکفا باشد، طفلش خوب تربیه کرده میتونه. در همین حال شماره از فعالان مدنی وضعیت اقتصادی بانوان را در این ولایت نگران کننده دانسته و بر ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی برای بانوان تاکید می‌کنند. یک قدم بسیار خوب در خودکفایی و استقلالیت اقتصادی خانما هست. ما زمان میتونیم خانما را سپورت بکنیم و اونا را نقش بنادار شانه در جامعه داشته باشیم تا بر خودکفایی برسیم. در حال بر ایجاد فرصت‌های شغلی و خودبسندگی بانوان در پروان تاکید می‌شود که میزان خشونت‌ها نیز در برابر بانوان در این ولایت بلند است.
اکنون هم چگونگی نرخ اسعار. دوباره خوش آمدید. هکرهای روسی به سیستم ایمیل وزارت‌های خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا نفوذ کردند. منابع در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که این هکرها رفت و برگشت ایمیل‌های کارمندان بلندپایه این دو وزارت را زیر نظر داشتند. این منابع افزودند که این موضوع در نشست شورای امنیت ملی آمریکا نیز مطرح شده است. با این حال آمریکا به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. وزارت خارجه چین از اتحادیه اروپا خواست است که از اظهارات غیر مسئولانه خودداری کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا دیروز چین را متهم به بازداشت یک خبرنگار پایگاه خبری بلومبرگ کرد و از بیجنگ خواست تمام خبرنگاران بازداشتی را رها کند. چین گفته است که حذیفاً خبرنگار بلومبرگ به ظن به خطر انداختن امنیت ملی آن کشور بازداشت شده است. در آستانه تعطیلات جشنواره کریسمس در اروپا، شماری از کشورهای آنقاره محدودیت ها را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در بریتانیا که روند واکسیناسیون این ویروس آغاز شده است، سر از چهارشنبه تمام رستوران ها و میکده ها بسته خواهند شد و فروشگاه ها نیز با شرایط ویژه فعالیت خواهند داشت. در هلند نیز تمام مکاتب و فروشگاه ها برای دست کم یک ماه بسته خواهند شد. و در نتیجه واژگون شدن قایق حامل پناهجویان ونزوئلایی در آبهای نزدیک ترینیدا و توباگو، 14 پناهجو جان باختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از شهروندان ونزوئلا در تلاش برای داشتن زندگی بهتر و فرار از بحران اقتصادی به ترینیدا و توباگو فرار میکنند. همکنون نیز نزدیک به 40,000 شهروند ونزوئلایی در آن کشور مستقر هستند. با پایان این برنامه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.